بریم که دیر شد. روئل هستم. درود بر شما هموطنان گرامی. ما یکم مشکل داشتیم بر برقراری ارتباط بین دالاس تگزاس و شهر لس آنجلس، اما ارتباط با اندکی تاخیر برقرار شد. امروز روز دوشنبه است و 16 از ماه نوامبر و در روزهای دوشنبه خدمت شما هستم. متاسفانه وقت ما اندکی تلف شد امروز. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ به شما تقدیم کنم، بعد ببینیم چه خواهیم گفت. میگوید کلک مشکین تو روزی که ز ما یاد کند، ببرد اجر 200 بنده که آزاد کند. قاصد منزل سلمی که سلامت بادش، چه شود گر به سلامی دل ما شاد کند. امتحان کن که بسی گنج مرادت بدهند، گر خرابی چو مرا لطف تو آباد کند. یارب اندر دل اون خسرو شیرین انداز، که به رحمت گذری بر سر فرهاد کند. این غزل رو حافظ دارد در واقع انشا کرده است برای یک پادشاه، در واقع که پادشاه عراق عرب و بخشی از آذربایجان و کل منطقه غربی بوده است، از سلسله جزایر، احمد سلطان احمد جلایر، که بسیار مرد صفاک و خونخواری بوده و تمام پادشاهان محلی در اطراف علاقمند این بودن با حافظ مکاتبه کنن، او رو دعوت کنن. اینا حافظم جواب داده در واقع به این آدم، که البته یک به سال 840 شخصی به نام قرایوسف این بابا رو کشت، این سلطان احمد رو، و سلسله اینها هم بر افتاد. منظور این آقاست. یارب اندر دل اون خسرو به شیرین انداز، شاه را به بود از طاعت 100 ساله و زهد، قدر 1 ساعت عمری که در او داد کند. حالیا عشوه ناز تز بنیادم برد، تا دگر بار حکیمانه چه بنیاد کند. گوهر پاک تو داره جد آبادی، نه همه مش دوز بودن در صورت شاعر دیگه. گوهر پاک تو از مدحت ما مستغنیست، فکر مشاطه چه با حسن خداداد کند. ره نبردیم به مقصود خود اندر شیراز، خرم آن روز که حافظ ره بغداد کند. یعنی برو از خدمت همین حاکم، که گفتن بسیار آدم خونخوار جرار صفاک هم بوده، اما اهل شعر بوده و اهل ادب بوده و عرض کنم که از اینجور قصه ها، و در واقع در کل منطقه آدمی نیست که حافظ او رو متن نکرده باشه. اما پایگاه سخن و اخلاق حافظ و بیان به وجهی است که هیچ کس این حس رو ندارد که این دیوان حافظ سرتاسر مداحی است. در واقع هیچ کسی نه. تمام این نام ها مقدس شدن در سخن حافظ بزرگ. اجازه بدید که خدمت شما عرض کنم، وقتی یک کشوری به انحطاط رفت همه چیزش منحط میشه. این رو بنده قبلا هم خدمت شما تکرار کردم که مثل بدن یک جوان همه چیزش کار میکنه. پیر که شد رفته رفته شروع میکنه قلبش نمیدونم چیز بشه، جهاز هاضمه‌اش فلان بشه، مغزش فلان بشه، استخوناش فلان بشه، به انحطاط میره این بدن تا اینکه بمیره. جامعه ما جامعه منحطی است دوستان. یعنی در تاریخ این مملکت اولین بار است که اراذل از ا تا زی اراذل و جنایتکارا بر سر کار هستن.
یک آدمی که رذل نباشه، دزدی نکرده باشه، دارای یک خردی باشه، دارای یک بصیرتی باشه، یک ایرانیتی از پیشانی و ناسیه این یا ناسیه این ساته باشه، ما در تمام اینا نمیبینیم. نمیدونه از کجا آمدن. بودن البته، در این آمریکا پر اراذله. فکر نکنه اراذل نیست، اراذل همه جا هستن، سوئیس هم اراذل داره. اما حکومت رو به اراذل نباید داد. رئیس کل اراذل آقای خمینی، خب کی میرفت دنبال خمینی جز اراذل؟ این حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم غیر از اون 4-5 نفر قریشی که همراهش رفتن از مکه، بقیه اراذل و دزدا بودن. خب جمع شدن گرد ایشان. خب وقتی همه چیز به انحطاط رفت، همه چیز منحته، محاله که یک جامعه منحت باشه برای شاعر بزرگ بروز و ظهور کنه. ممکن نیست جامعه منحت باشه، نمیدونم مینیاتوریست های اونچنان و مجسم ساز ها و فیلم ساز های اونچنانی و فضل های اونچنانی، نه، همه چیز مثل همه چیز. مرحوم علی حاتمی که از فیلم سازان تراز اول مملکت بود و در اون روزگار قبض زدگی در واقع تکیهش بر ایران بود و دیالوگاش که به می نوشت و در فیلماش به کار می برد، به خصوص در عرض می کنم که دیالوگ قاجاری استاد بود، در اونجا نشون می دهد در یکی از این فیلم ها، فکر کنم فیلم ناصرالدین شاه باشه، آخرش می کنه مظفرالدین شاه، نه؟ مظفرالدین شاه می رود به پاریس، می بیند استاد کمال الملک، کمال الملک قفاری کاشانی نشسته در ملوف داره کار تیتیان رو، تیتیانی که از استادان بزرگ هنر نقاشی اروپا است در عصر رنسانس، استاد داره در واقع تقلید میکنه. گفت چه میکنی آقای نقاش باشی؟ گفت در قیاب استاد تیتیان دارم کارشون رو کپی میکنم. گفت حالا دیگر استاد نقاش ما ترفند زن و نیرنگ باز و کپی کار شده. حالا سعد اعظمش هم امراش بود، عطابک هست. گفت عطابک بدش نیاید، ما که در ایران صدر اعظم اونچنانی نداریم مثل بیسمارک که حالا نقاش باشی اونچنان داشته باشیم. منظورش تیتی هم بود. پاشو بلند شو بریم مملکت خودمان، کار خودمان رو بکنیم. همه چیزمان مثل خودمان است، بلا دیگ بلا چغنده. خیلی زیبا بود این دیالوگی که نوشته بود علی حاتمی از بین کمال الملک نقاش و خودش در حضور عطابک. حالا همه چیزمان مثل همه چیزمانه. رهبرمون آقای خامنه ای مدظ الله العالی رهبر مسلمین جهان است، تمام جهان رو میخواد بگیره. زندانبانمون لاجوردیه، قاضیمون خلخالیه، رئیس جمهورمون احمدی نژاد. خب دیگه چی میخواد بشه؟ فیلمسازمون چی میخواد بشه؟ حالا مقصود از این مقدمات این است که چند تا آدم بیعقل آمدن، نمیدونم سریال تلویزیونی چیه نوشتن و در اونجا در واقع اهانت آشکار هست به یک سوم ملت ایران، حداقل یک سوم، که به ترکی آذربایجانی صحبت میکنن. حالا شما ببینید، خودتون قضاوت کنید، لطفا پخش کنید ببینید شاهکار چیست. این در مملکت ما که ویلیام وایلر که به وجود نمیاد، که آقا دیوید لین که نمیاد، که همه اینا میان از این آشغالا دیگه. ملاحظه کنید ببینید فرومایگی و پستی و بیمزگی خنکی تا کجاست. آدم سردش میشه. اجازه بدیم ازشون تشکر کنم. بیزگاله بخبرده. ممنون که میمونید. قربان شما. ممنون. خب بریم توی اتاق. خیلی خوش اومدین. خداحافظ. شما بفرمایید این اسمش چه چیزیست؟ این اسمش طنز مثلا.
خجالت نمیکشین واقعا. اینا کی هستن؟ اینا داستانشون چیه؟ گمان میکنن که فحاشی و توهین و تحقیر و اشاره به مسائل جنسی دائم این طنزه. اصلا مملکت ما طنز نمیشناسه. آقا این مملکت 2500 سال زور شمشیر بوده و سر بریدن و غارت، طنزش در کجاست؟ ما از ابتدای ادبیات ایران تا عصر امروز یک عبید زاکانی داریم، یه سوزنی سمرقندی داریم که اونم فحش میداد. میگوید به حجاب گویی دشنام مده، پس چه دهم؟ نان حلوا دهم و بره بریان و حریر؟ هیچ خصمی را این کار نفرماید خصم، هیچ صوفی را این کار نفرماید پیر. یعنی من باید فحش رو باید بدم، در حجم کنم باید فحاشی بکنم، دشنام بدم. مسئله نان فطیر است حجابی دشنام، مرد را درد شکم خیزد از نان فطیر. فحاشی بوده. طنز واقعی را عبید زاکانی دار. میرسیم به هادی خرسندی. البته بینابین ایرج میرزا هم هست. ما کسی که طنز بنویسه به معنی واقعی که نداشتیم که، یا مداحی بوده یا فحاشی. اینا که بیعقلترین آدمان، یعنی نه اون کسی که این مطلب رو نوشته عقل داشته، نه کسی که این رو کارگردانی کرده عقل درستی داشته، نه آقای تهیه کننده عقل درست حسابی داشته. حالا شما چی می‌خواستی ثابت کنی؟ بابا اگه منظورتون مردم آذربایجان هستن که همینجا که نشون دادید که هر چه آدم نامدار بزرگوار بوده در این 100 سال گذشته که دوران نمیدونم مشروطه هست و دوران نمیدونم مدرنیتی هست، که همه آذربایجانی هستن، که ما از اونها یاد گرفتیم، که در کجای ایران یادن مثل کسروی پیدا شد و تقی‌زاده پیدا شد و خیابانی و مثل ستارخان و باقرخان و همه مجاهدان آزادی تبریز و بعد مراغعی و طالبوف تبریزی و اینا همه؟ اگه لیست کنیم روشنفکران تبریز رو و خود کل منطقه رو، یک لیست خیلی خیلی بلندی است. شخصیت‌های شاخص مملکت چه بزرگوارانی بودن؟ خلیل ملکی، دکتر ارانی، کلل محمد طی‌خان پسیان. اگه بخوام اسم ببریم نیم ساعت طول میکشیم ما نامها رو بگیم. نگهدارندگان مشروطه که تبریز بودن، بابا آذربایجانی ها بودن، غیرتمندان این مملکت، شجاعان این سرزمین. حالا شما اومدین با اون عقلت و با اون نمیدونم فکریت و با اون خجالت هم نمیکشین شما. اینها به عمد میشه آقا، برای ایجاد فساد و نفاق در بین مردم. اینها مردم رو ملت نمیخواهند، اینها یک امت پراکنده متفرقی میخواهند که همه تنها باشن، اینها بتوانن اموال ملت را غارت بکنن و بر سر ملت بکوبن تا حدی که میخواهن. اینا عملجاتشون هست. واقعا شرم‌آوره. اگه از من میپرسین ما مطلق هنر سینما نداشتیم. یه چیزای لوکال درست میکنیم، فکر کنیم فیلمساز داریم. کدوم فیلمساز، کدوم فن، کدوم تکنیک، کدوم نمیدونم فکریه، کجا خودمونو مسخره کرد؟ چون تو فضای استبدادی که هنر به وجود نمیاد بابا. این روسا عرض کردم، شوروی سابق، روسیه قدیم، بابا پر هنر بود، آدم های نقاش های بزرگ، نویسندگان بزرگ، متفکران. به محض اینکه استبداد استالین آمد خوش شد.
آل احمد در یک جایی میگوید که بعد از اینا اومدن 5 خط ادبیات درست حسابی در این روسیه به این عظمت به وجود نیامد به جهت استبداد. نشسته برای خودش فیلم نامه نوشته مثلا، بعد نمیدونم در توالت اون چی برش دندونش نمچه کرده. شرمم نمیشناسن واقعا. اجازه بدید که من نمیدونم چه باید گفت، واقعا من نمیدونم چه باید گفت. وقتی روسا اولتیماتوم دادن که شستر رو بیرون کنید وگرنه ما میاییم فلان تهران رو میگیریم، بچه های 10 ساله تبریز تفنگ گرفتن که با بزرگانشون بیان دفاع کنن از تهران. یک همچین حالتی امروز هست؟ سبب این نفاق چه کسی است؟ خب مستبدین هستن. از واژه ملت وحشت دارن، اینها به کار نمیبرن. همه مستبدین سابق و لاحق، اجازه بدید که یک موسیقی سپهر عزیزم در اتاق پروان یک موسیقی برای شما پخش کنم. و تنان واقعا مایه ننگه این داستان ها. انتشارات سرزمین جاوید. با درود بر شما هموطنان گرامی، نمیدانم چه کسی در تهران گفت آقا شما برترین مردم ایران هستید، مسخره کنید، اصفهانی و رشتی و آذربایجانی رو مسخره کنید. طوری شده بود که یه حمال تهرانی، حالا درود بر حمالا ما نمیخوام، یعنی یه چیزی باید بگیم بالاخره، چاقوکش، یه لات تهرانی یه فرزانه آذربایجانی رو مسخره میگرد، اون لهجه ترکی ادا هم در میابد. اینو نمیدونم از کجا، در حالی که همه مردم ایران باز کار میکردن در تهران میخوردن، تولیدی نداشت تهران که، تولید چی داشت؟ آذربایجانی و خراسانی و سیستانی و نمیدونم خوزستانی هم باید کار میکردن، میفرستادن تهران، تهرانی ها بخورن از میوه بگیری تا هرچی لازمه زندگی آدمه، اینا رو مسخره میکرد. خب خدمت شما عرض کنم که ما در 22 نوامبر که همین یک شنبه باشد در شهر بسیار زیبای آستین خواهیم بود. این آستین ویژگی ها دارد، این ایالت تگزاس ایالت محافظه کاریه، میدونید که یعنی محل برده فروشی و خلاصه رپابلیکنن، هم علل اطلاق اینا رپابلیکن هستن، دست راستی هستن. اما این شهر آستین یه پدیده خاص اونجاست که بیشتری موزیسین ها اونجا هستن، بسیار بسیار لیبرال هستن. این شهر آستین بسیار هم زیباست. باری دانشگاه تگزاس، دانشگاه ایالتی تگزاس در اونجا خب یک شعبه مهمی داره، چندین ده هزار شاید دانشجو، یونیورسیتی آف تگزاس. ما 22 نوامبر اونجا خواهیم بود. دوست بسیار گرامی و نازنین من آقای بیژن افخمی این سالن دانشگاه رو گرفتن. تلفن بیژن 512-923-6932 هست، 512-923-6932. محلش هم نوشتن P02 بعد نقطه 402 پرانتز پیتر اودانل بیلدینگ. خب میدونی که ساختمان های دانشگاه ها رو معمولا به نام بزرگانی که اونجا بودن یا کسانی که خدمت فوق‌العاده کردن به اون دانشگاه نامگذاری میکنن. این ساختمان هم به نام آقای پیتر اودانل هست، حالا چه کسی هست من تحقیق نکرد، در یونیورسیتی آف تگزاس که هست.
201 East 24th Street, Austin, Texas, 78712. ما اونجا 4 تا 6 بعد از ظهر مدت 2 ساعت اونجا خواهیم بود و در باب کتاب صحبت میکنیم. و روز 6 دسامبر، روز 6 دسامبر در هیوستون، شهر بزرگ تگزاس هستیم که به نام جنرال سم هیوستون نامگذاری شده. خدمت دوستان گفتم وقتی من به تبریز میرفتم 21 سالم قطار، این بار سوم میگم، گفتم به تبریز وارد میشم، الان مجسمه ستارخان سوار اسب موزرش هم دستشه، اونجا باقرخان هست، حتما نگران هستن. رفتیم نیمش خبری نیست. سال 1969 رفتیم یه هتلی در چهارراه شهناز، رو عرض کنم که جوان پهلوی چهارراه شهناز، اونجا یه هتلی بود، بعد از یه تاکسی گرفتیم، گفتیم آقا ما رو بر تبریز بگردون، شهر تاریخی، این دلاوری ها در این شهر شد، من ببر یه جایی. گفتم یه جایی ببر که یه مجسمه از ستار خان. گفت آقا کدوم ستار خان؟ کسی اینجا به ستار خان چیز زد بره؟ این دولت از تهران دستور میاد. گفتم یه کوچه چیزی؟ گفت هیچی نیست. گفتم منو ببر امیرخیز، حداقل در و دیوار امیرخیز رو ببینم. اونجا همه به نام دیکتاتورا بود، دیکتاتور، زن دیکتاتور، بچه دیکتاتور، عمه دیکتاتور. خبونه آقا شما چه کاره هستی تو تبریز؟ دو بار تبریز نرفتی؟ خیابونا به نام شما شد؟ پس این تاریخ این شهر چی میشه؟ بزرگانش، دلاورانش، دانشمندانش، شعراش، اینا هیچی صاحب هیچی نیستن، اینا مال مردم هم. خب 6 دسامبر در هیوستون هستیم. سم هیوستون جنگ کرد با سانتا آنا که از مکزیک بود، به انتقام خون کشتگان آلامو. این هم داستانش خیلی خیلی بلند است و داستان حماسی است که چگونه 100 نفر یا 120 نفر آمریکایی جلوی 3000 نفر ارتش مکزیک ایستادن و تسلیم نشدن تا نفر آخرم کشته شد. بعد سم هیوستون با گروه داوطلبی که بیشتر از 1500 نفر نبودن رفت تمام لشکر سانتا آنا رو شکست داد، سانتا آنا رو هم دستگیر کرد. این شهر به افتخار اون مرد دلیر و تندوز به نام هیوستون هست، خود سم هیوستون. ما یه کوچه به نام ستارخان نداشتیم، حالا شاید، حالا شاید شده، نمیدونم. خب در 6 دسامبر در مریت هتل هستیم، در 2900 برایر پارک درایو در هیوستون تگزاس، 770-42، تلفن های 832-887-8111 و 832-618-0240 تلفن های اطلاعات هست از دوستان یاران سرزمین جاوید در شهر هیوستون تگزاس. بسیار سپاسگزارم چون این کارها هم مستلزم مخارجی هست، هم مستلزم دوندگی و کار و وقت گذاشتن. خب خدمت شما بگم این کتاب که میبینید اینجا بنده تاریخ گذاشتم، نوشتم مغالطات، شروع مقدمه آفریل 2009، سال 2009، ما 2015 هستیم، 2016 هم یه دو ماه دیگه است. و بعد اینجا این صفحات رو من به عنوان مقدمه تا اینجا نوشتم که ناگهان جعبه آقای ادیبیان رسید
8 جلد شاهنامه آقای خالقی دیگه گذاشتیم کنار، به طوری که بارا گفتیم رفته کنار. تازه ما این مسودات رو به قول قدما سیاه ها رو آوردیم و از نو دادیم بازنویسی میکنیم. نیا کردم چی نوشتم برای شما میخونم. از شبت که خب این سیاه هست دیگه، حالا باید تکمیل بشه. نوشتیم که مغالطه در لغت به غلط افکندن است و در اصطلاح منطق کلامی را گویند که مبانی استدلالی آن نادرست و فاسد باشد. برای روشن شدن مطلب و آشنایی با مغالطات و ابیات ذیل توجه فرمایید. سعدی: تو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی. اگر باران به کوهستان نبارد، به سالی دجله گردد خشک رودی. اندیشه سعدی در ابیات مذکور روشن و فزون بر زیبایی و بلاغت، مبانی استدلالی سخن نیز نیرومند است. شاعر بزرگ استدلال می کند که چنانچه خرج از درآمد شخص بیشتر باشد، کار او به افلاس می کشد و با تمثیلی دلاویز سخن خود رو به کرسی می نشاند و می گوید که در واقع تمثیلش این است که چنانچه نزولات آسمانی نباشد و کوها، رودخانه ها خوش می شد. بنابراین وقتی خرج زیاد شد و درآمد هم نبود، چارش افلاسه. این استدلالش هم درسته، تمثیلش هم زیباست و همین امر را در موضوع اقتصاد شخصی تعمیم داده است، با این تفاوت که در اینجا باران درآمد شخص و هزینه کردن جریان آب رودخانه است. حال به ابیات ذیل بنگرید: ای کریمی که از خزانه غیب، گبر و ترسا وظیفه خورداری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمن این نظر داری. در اینجا تعصبات دینی چشم خرد سعدی فرزانه را تیره و تار کرده است و در دو بیت مذکور مرتکب سن و مغالطه شده که تکرار یکی از آنها مجموع مغالطات در بیت فوق الذکر را به 5 رسانده است. در اینجا سعدی مبتنی بر آموخته های دینی خود فرض فرموده است که کریمی در جهان هست که از خزانه غیب او گبر و ترسا وظیفه خور هستند و اون کریم که از فرط کرامت دشمنان خود را، یعنی گبر و ترسا رو، یعنی زرتشتی و مسیحی رو، یعنی اینا دشمنان خدا هستند، دشمنان خود را عرض میکنم که روزی میدهد، حتما دوستان خود را، یعنی ما مسلمانان عزیز پاک و پاکیزه که گند زدیم به همه جهان را، محروم نخواهد گذار. شیخ علی‌الرحمه با آوردن کریم و خزانه غیب و دشمن و دوست، 5 مرتبه به مغالطه مصادره به مطلوب و با آوردن گبر و ترسا 2 بار به مغلطه تعصب و با نشان دادن سرچشمه وظیفه و وظیفه که خزانه غیب باشد، 2 بار به مغلطه توضیح مرموز دوچار آمده است. آمدیم خزینه غیب، کجاست آقای خزینه غیب؟ یا مثل چیزی به ما بدیم، ما بریم خزانه غیب. این توضیح مرموزه، این توضیح مرموزه، دروغه. جبرئیل توضیح دوچار آمده است: در باب هر یک از مغالطات یاد شده در بخش آینده توضیح خواهم داد. حال به ابیات ذیل از مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی توجه فرمایید: شب نگردد روشن از ذکر چراغ، نام فروردین نیارد گل به با. تا قیامت صوفی ار می می کند، تا ننوشد باده مستی کی کند. به به، این سخن زیبا که فزون بر همه ویژگی های شعری، ذوق و حال و گرمای نشاط انگیز دنیای درون این عارف بزرگ را با خود دارد، سخنی متین است که مبانی عقلی و استدلالی اون هیچ گونه ضعف و خللی ندارد. در واقع مولانا در این کلام اصل تجربه گرایی را
در حصول حقیقت مد نظر داشته و به موضوع بسیار مهمی توجه فرموده است. اکنون به ابیات ذیل از مولانا توجه فرمایید مجدد. هیچ کافر را به خواری منگرید، که مسلمان بودنش باشد امید. بله، چه خبر داری ز ختم عمر او، که بگردانی از او یک بار رو. بسیار بسیار شعر سست، پر مغالطه و تعصب. میگه هیچ کافر را به خواری منگرید، که مسلمان بودنش باشد امید. یعنی اگر احترامی بابا میذارید این کافره رو، به این جهت احترام کنید که شاید یه روزی مسلمون بشه. آقا خودش و وجودش و انسانیتش و اینا که هیچ ارزشی نداره، محترم نیست، نجسه. اما چون ممکنه که یه روزی مسلمون بشه، حالا احترام بزنیم. بعد مسلمون شد بچه، این متفکران ما زمانی که اندیشه محض بودن و تفکر خودشون رو به کار میبردن، چه زیبا و درخشان. به معنی که با دین مخلوط میشد، یک چیز فرومایه سفیهانه میشد. بعد میگوید چه خبر داری ز ختم عمر او، که بگردانی از او یک بار رو. هم شعر سسته، هم مطلب غلطه، هم بیمزه است، هم ضد بشری است. در اینجا از کلام مولانا بوی تعصبات دینی به مشام میرسد و اندیشهش به آنچه در باب اندیشه سعدی گفته آمد تلاقی میکند. در این دو بیت مولانای بزرگ حداقل به دو مغلطه دوچار شده است. یک مغلطه مصادره به مطلوب، که در آن مسلمانان را گرانمایه و کفار را خارمایه فرض کرده است، و مغلطه تعصب و به کار بردن لفظ کافر و غیره. خیلی خوب، این از اینجا شروع شده. خواستم دو صفحه شو به شما نشون بدم که چند سال پیش ما مشغول چه کاری بودیم. اجازه بدید که خلاصه اخبار رو بشنویم، بریم ببینیم که علی به معاویه چه نوشت، معاویه به علی چه گفت. عذر میخوام از شما، دکمه را قطع کرده بودم که شوخی های ما پخش نشه، شوخی های من آقای بروجردی. دراز مدتی من در LA بودم، کوهی از کتاب و نامه و اینها آمده که یک برنامه رو باید اختصاص بدیم. و این کتاب دیکتاتوری خدا در ایران، سیاهچال دین و پیغمبران دروغگو، مؤلف دکتر سین عین آمده. یکی دو صفحهش خوندم، اندکی عصبانی بوده نویسنده و مطالبش خوبه، ولی در کار تحقیق و نوشتن زبان رو بایستی در واقع از دایره ادب بیرون نبرد. وقتی که استدلال صحیح هست نیازمند فحاشی آدم نیست. البته ایشون فحاشی نکرده، ولی به هر صورت مثلا اینجا نوشته است که کتاب‌های آسمانی تورات، انجیل و قرآن به کرات از خشونت، قتل و تجاوز صحبت شده است. عمل سنگسار، حد و شلاق، قطع انگشت و اعضا، اعدام، تهمت و منزوی ساختن، نجس دانستن و همه اینها دستوراتی که در قرآن یا حدیث و روایات مذهبی ذکر شده، که می توانید به راحتی در کتاب‌های آسمانی به خصوص در قرآن مشاهده کنید. در باب خشونت صحبت میکرده. عید قربان و داستان حضرت اسماعیل، خود داستانی خزنده نوشتم. خزنده است که از خشونت بسیار زیادی حکایت میکند. پدری یعنی ابراهیم که میخواهد سر فرزند خود یعنی اسماعیل برای خدا بریده و قربانی کند. آیا خشونتی بالاتر از این وجود دارد؟ به چه دلیلی؟ بنا به کدام منطق و آیا کدام عقل سلیم میتواند قبول کند که سر یک جوان برومند برای خدا بریده شود؟ به نظر ما این گونه خدا اصلا خدا نیست، بلکه همون شیطان است. خب از این بگذر. کتاب دیگری داریم اینجا به نام پیکار سفین. سفین اسم محله،
صفنگ نیست، جنگ علی و معاویه در محل صفین اتفاق افتاد. خب علی آمده اینجا، عرض کردم این حضرت علی ایمانش به اسلام و سرسپردگیش به اندیشه های پیغمبر اسلام به حدی بود که همه بشریت رو به قتل میرسون در راه اجرای اسلام. این مرد اینقدر هوشیار نبود که آقا این آدمایی که در دوران او هستن و به او رأی دادن بعد از طی دوران رسول و دوران ابوبکر و دوران عمر و عثمان دیگه آدمای گرسنه اون روزگار نیستن، پیشرفت کردن، اینا ثروتمند شدن، دنیا رو غارت کردن، همه سرحدات روم رو دزدیدن آوردن مدینه، از همه ایران رو دزدیدن بردن، ثروتمند شدن، لباسشون تغییر کرد، صاحب اسب شدن، صاحب شدن، انتظاراتشون بالا رفت، مدیریت میخواستن. این حضرت شمشیر داشت، یه قمه بلندی داشت، ماشاءالله اینجوری که میکردی گردن خر میانداخت، اون دست گرفته و راه افتاده، غافل از این که این جامعه دیگه اون جامعه نیست بابا، دیگه اصحاب صفه نیستن که هفته یه تخم مرغشون میدادن میخورد. خدا پدر دوزاره بیا مرزه که میرفتن دوزی میکردن میوردن میدادن به اینا مال دیگران. حالا دیگه داشت زکات میامد و مالیات ها میامد و مرتب دوزدی ها میامد و همه شکم ها سیر شده و اصحاب رسول بعض اینا هزار اسب نژاده در طویله داشتن و چنین و چنان، دیگه اون روزگار نبود که حالا علی میخواد برش گردونه به اون روزگار. ارتجاعی یعنی همین دیگه. این معاویه رو که علل اطلاق بزرگترین سیاستمدار تاریخ عرب هست، معاویه عمر گذاشته اونجا، پسر ابو سفیان، شاهزاده بوده، آدم حسابی بوده، گدا نبوده، هیچ شاکی هم نداشت، ناراضی هم نداشت. این عدل عمر در تاریخ اسلام مشهور است. ماهی یک بار آدم میفرستاد تو این شهرها که حاکماش بودن، جار میزدن که آقا من از سوی امیرالمومنین عمر هستم، در مسجد هستم، بیاید هر کی شاکی هست از دست حاکم بیاد شکایت کن، من شکایتشو پیش عمر میکنم. عمرم مطلقا مماشات نمیکرد در اجرای احکام. این معاویه پسر ابو سفیان مطلقا شاکی نداشت. یک جا عمر گفته است من تعجب میکنم از مردم شام که با وجود معاویه از بزرگی کسرا سخن میگویند، یعنی از نظر سیاسی یه همچین مردی بوده. حالا اونجا بوده تا روزگار عثمان هم گذشته، حالا علی آمده میخواد از دستش بگیره حکومت رو. خردمندان چند تن از داهیان عرب در خدمت علی بودن، یکیش ابن عباس، یکی قیس ابن سعد ابن عباده، اینا هوشمندترین آدم ها بودن، ولی خود ایشون به لحاظ سیاسی عقلشون کم بوده. یه روزنامه هم همین رو در ایران نوشت تعطیلش کرد. خب نداشت عقل سیاسی، هر کسی که برای کار سیاست نیست که، آدم زاهدی بوده، بیچاره فریب خورده. بهش میگفتن برو مثلا دو نفر رو بکش، میرفت 200 نفر رو میکش، سراشون هم میکرد تو توبره میوورد. مثلا حالا آمدن اینها، ابن عباس گفت آقا تو حریف معاویه نیستی، شر درست نکن، اما تو تازه یه حکومت لرزانی به دستت افتاده، پایه های حکومت تو انقدر نیرومند نیست که بتوانی بروی و معاویه رو شکست بدهی و اینا، بشین سر جات کار خودتو بکن، من یک سال به من وقت بده، من خود معاویه رو میارم به حضورت. گفت نه جمشیر برادران جمشیم بریم جنگ. خیلی خوب، معاویه هم از اون سو شیوخ بزرگ عرب، ثروتمندان، بسیار اصحاب رسول طرفدار معاویه بودن، علی طرفدار زیادی نداشت، 3-4 نفر رفیق داشت. اینا هم آدم های زیبار در رفته بودن، مثل عمار و نمیدونم سلمان و اینا،
خلاصه حالا یک نامه نوشته به معاویه. من این کتاب خیلی خیلی از آثار خیلی خیلی قدیم اسلام هست و نامه علی به معاویه میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم. از بنده خدا علی امیر مؤمنان به معاویه ابن ابی سفیان سلام بر آن کو راه هدایت سپارد. من خداوندی را نزدت می ستایم که خدایی جز او نیست، اما بعد به راستی تو دنیا و رفتار اون را با دنیاداران دیده و از گذشته اون آگاه شده ای و بهترین چیزی که از دنیا باقی ماند همان است که بندگان راستین در گذشته راه درستش را پیمودن و صالحات باقیات بر جای نهادند و هر که دنیا را برای دلبستگی و عشق به آخرت فراموش کند فاصله زیادی میان آن دو بیابد. و بدان ای معاویه، تو ادعای امری کردی که از نظر پیشگامی در پذیرفت اسلام و نه از نظر دوستداری خالصانه و ولایت شایستگی اون را نداری و دم از امر آشکار و واضحی نمیزنی که برتری تو در آن شناخته شده باشد و گواهی هم از قرآن و عهد و منشوری از پیامبر خدا برای مدعای خود نداری. پس آنگاه که پرده های دنیایی را که در آن به سر میبری از پیش رویت برگیرند چه خواهی کرد؟ داره با مغلطه اون دنیا میخواد که یه آدم بزرگی که داره پادشاهی میکنه پادشاهیش ازش بگیره که به نام قبر و مرده و قیامت و از این حرفی خودش اعتقاد داشته خیال میکنه اونم به این اعتقاد داره. بابا اونا باهوشتر از این حرفا بودن، این داره دست ابو سفیان و قریش و اینا باهوشتر از این بودن که بگن که آقا از قبر بلند میشی و میری. اینا چیه دیگه؟ میگو کدوم جبرئیل کدوم وحی؟ ایشون چون معتقد بوده بیچاره داره اون رو میترسانه از این داستانا که بله وقتی بمیری مثلا میری به جهنم. کدوم جهنم؟ یه آدرسی چیزی آخو ازش بیاریم ببینیم کجاست. خب دنیایی که چنین در نظرت آراسته جلوه کرده و تو به لذات اون دلبستهی و در آن میان تو و دشمنی سخت کوش و سمج میدان تا این مانده است، بدین خوشنمایی دروغین دنیا نفس نفست را به خود مشغول داشت و تو را به سوی خود خوان و تو پذیرفتی و زمامت را کشید، این دهنتو به دنبالش رفتی، فرمانت داد اطاعتش کردی، دست از این کار بدار و خود را برای حسابرسی آماده کن. حسابرسی پیش کی؟ پیش جناب عالی. زیرا به زودی بازدارنده قویده است چنان از حرکت بازت دارد که هیچ سپری جان پناهت نباشد. و شما ای معاویه و ای آل ابی سفیان، که با فقدان سابقه نیکو و نداشتن فضل و شرفی مقدم بر قوم خود زمامدار رعیت یا فرماندار این امت بوده اید. کی با فقدان سابقه؟ پس برای اون چه تو را در خواهد یافت دامن برچین و دست شیطان را بر خود باز مگذار که هر چه خواهد با تو کند، که من میدانم خدا و پیامبرش راست گویند. پس باید از پیوند و وابستگی به پیشینه شقاوت با خدا به خدا پناه بری، وگر چنین نکنی تو را به اون چه نفست از اون غافل نگه داشته است آگاه کنم. به راستی که تو فرو رفته در ناز و نعمت هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در اون مأوا گزیده. نه آقا، به دستور پیغمبر رفتار کرده. اینجا فرمودن آقا بزنین کفار اموالشون رو بیارین، معاویه هم اموال آورده نشسته داره میخوره. این اشکالش چیه؟ نگم که برید کار کنید، که این واژه کار یک بار در قرآن واژه کار به کار نرفته، که برید کار کنید، کار حلال نیست. خب
براستی که در فرو رفته در ناز و نعمتی هستی که شیطان جایش را در دلت یافته و در آن مأوا گزیده و چون خون در رگ‌هایت به گردش در آمده است. و بدان که اگر اختیار امر تعیین بلایت با مردم می بود یا به دست اونا سپرده شده بود، بر ما رشک می بردن و به سبب واگذاریان به ما بر ما منت می نهادن، ولی این حکم کسی است که با زبان پیامبر راستگوی تصدیق شدهش ببخشید پیامبر راستگوی تصدیق شدهش بر ما منت نهاده و کسی که پس از شناخت و مشاهده دلیل تردید کند رستگار نشود. وارلاها میان ما و دشمنان به حق دشمنان به حق داوری کن که تو بهترین داورانی. هیچی در این نامه نبود. تو که میخوای بری جنگ کنی این چیه نوشتی؟ مثل آخوندی که بره سر منبر داره وعظ میکنه. تو آدم سیاسی هستی، این نامه سیاسی باید بنویسی. کار سیاست کار این دنیاست. آسمان و ریسمان و خدا و جبرئیل و جهنم و نمچیز اینا ماشین لاتائل نوشته. معاویه، پس معاویه نوشت. از معاویه ابن ابی سفیان به علی ابن ابی طالب. اما بعد حسد را که هرگز از آن آسوده که از آن سودی نبرده ای رها کن. راست میگفته، حسادت میکرد. علی سخت حسادت میکرد به کار معاویه که اینا اصلا اسلام قبول نداشتن. ما این شمشیر زدیم، این همه سر بریدیم، حالا حکومتش اون به دست گرفت. اما بعد حسد را که هرگز از آن سودی نبرده ای رها کن و پیشینه تقدمت را در اسلام به آزمندی غرور خیش تباه مساز. سه دقیقه وقت داریم؟ ای داد بیداد. زیرا امور به سرانجام خود بستگی دارد و سابقه خدمات خود را در مطالبه حقی که بر آن دست نیابی از بین مبر. اگر چنین نکنی جز به خیشتن زیان نزده ای و جز کار خود را خراب نکرده و جز حجت خود را باطل نساخته ای. به جان خودم، اونچه پیشینه خوب نیز داشته ای گویی اینک به سبب بیپروایی تو در خون ریزی و جسارتت در مخالفت با اهل حق از میان رفته است. سوره الفلق را بخوان و از گزند نفس خود به خدا پناه بر، زیرا تو خود همان حسودی هستی که فرمود چون حسد بر دیگران باید بله چون حسد برد دیگران باید به خدا پناه برن. فرمود چون حسد برد دیگران باید به خدا پناه برن. خب حضرت عباسی، این نامه معاویه یه نامه سیاسی، اضافات هم نداره، هش و زواید هم نداره، آسمان ریسمون و منبر هم نرفته. گفت آقا چیزی که گیرت نمیاد زور نزن، از فرط حسادت پاشدی را افتادی اومدی اینجا، ما هم چیزی به تو نخواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یعنی این نامه معاویه یک پنجم نامه مولا علی است که در همون داستان‌های خودش. خیلی 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 کتاب مهمی است، خیلی خیلی کتاب مهمی است. من قطعات از این رو برای شما خواهم خوان و تفاوت این دو تا آدم نشون میدم. یکی آدمی 100% سیاسی و دنیادار و دنیادوست، یکی هم یه بیچاره زاهده که هیچ گونه لیاقت سیاسی نداره، فقط آدم بکشتم می براش فرقی نمی کرد. ولی 200,000 تا آدم کشته بشه اشکال نداره، گفت در راه خداست. معاویه می گفت آقا خون از بینی مسلمانی نباید بیاد بیرون و نیامد در روزگاره. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. عرض کنم که خدمت آقای بورجردی هستیم، دوست عزیز، از سپر سپاسگزارم. از شما هم وطنان بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید. از اون بیعقلای اونچنان فیلم ساز هم
خدا میکنیم خداوند، تقاضا میکنیم خداوند تبارک و تعالی یک عقلی به اونها بدهد که دیگر از این کارهای کثیف نکنند. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.